برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه مربای هویجه که یکی از مرباهای پرمصرفه و طرفداران خاص خودش رو داره و طرز تهیه و پخت اون خیلی ساده هستش. مواد مورد نیاز: هویج 500 گرم، شکر 500 گرم، هل 5-6 تا دونه، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، دونه به که برای لعاب مربا استفاده میکنیم حدود 1 قاشق غذاخوری که به جاش میتونید از 2 ورق ژلاتین استفاده بکنید، آب لیموی تازه نصف قاشق غذاخوری که به جای اون میتونید از جوهر لیمو هم استفاده بکنید، خلال پوست پرتقال حدود 50 گرم که من اینجا اینو شیرین کردم، دوبار جوشوندم و تلخیش رو گرفتم، و خلال پسته حدود 1 قاشق غذاخوری، 2 پیمانم آب نیاز داریم. دونه های به رو با آب بلرم خیس میکنیم تا یه مقدار لعاب بده. هویج رو به وسیله پوستکن پوست میکنیم، سر تهش رو میزنیم، بعد میتونیم رنده بکنیم. از رنده درشت میتونیم استفاده بکنیم یا اینکه میتونیم به شکل نواری خورد کنیم یا به شکل خلالی، هر شکلی که دوست دارید به این شکل میشه خوردش کرد، یا میتونید از کاترهای قالبی استفاده بکنید و قالب بزنید. هل رو باز میکنیم و دونه هاش رو جدا میکنیم به این شکل. من هویجا رو به این شکل قالب زدم، به شکل گل در آوردم. شما میتونید نواری هم هویجا رو خورد بکنید، بعد به وسیله خلال دندون اونا رو با همدیگه فیکس بکنید و به شکل گل روز در بیارید. هویج های آماده شده رو داخل ظرف می‌ریزیم و 2 پیمانه آبی رو که داشتیم بهش اضافه می‌کنیم و روی حرارت قرار می‌دیم. بعد از اینکه آب به جوش اومد، حرارت رو کم می‌کنیم، اجازه می‌دیم 30 دقیقه هویج ها کمی نرم بشن. اگر ما هویج ها رو رنده کرده بودیم، شکر و هویج رو با هم می‌ذاشتیم روی حرارت، ولی چون هویج ها رو قالب زدیم، نیاز هستش که هویج‌ها کمی بپزن، بعد شکر رو اضافه بکنیم. بعد از 30 دقیقه که هویج‌ها کمی نرم شدن، میایم شکر رو اضافه میکنیم و سعی میکنیم با قاشق چوبی و آروم هم بزنیم و در همین زمان دونه‌های هلی رو که هم جدا کرده بودیم رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم 30 دقیقه دیگه بمونه روی حرارت. بعد از 30 دقیقه خلال پوست پرتقال رو اضافه میکنیم خیلی آروم هم میزنیم و دونه های بهی رو که خیس کرده بودیم و به شکل ژله در اومده بود از صافی عبور میدیم و اضافه میکنیم به مربا. سی دقیقه دیگه میذاریم تا مربا بپزه. بعد از 30 دقیقه میام خلال پستمون رو اضافه میکنم. و 20 دقیقه میذاریم دوباره به همین شکل روی حرارت بمونه.
اگر کفی روی مربا ایجاد شد، خیلی آروم کفا رو برمیداریم برای اینکه رنگ مربامون کدر نشه. 10 دقیقه آخر آب لیمو و وانیل رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که 10 دقیقه دیگه روی حرارت باقی بمونه. بعد از 10 دقیقه حرارت رو خاموش میکنیم. مربا کامل قوام اومده. شهد مربا داخل قاشق میبینید به صورت کشدار میریزه پایین. به همین حالت قرار میدیم تا کامل سرد بشه، بعد داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم. مربای هویج آماده شد. امیدوارم شما هم آماده و در کنار عزیزانتون میل کنید و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.